تنظیمات شکست مت در اطراف اشیاء گرافیکی. برای تنظیمات شکست مت میتونیم ابزارهای ورپ تکس و پوزیشن استفاده کنیم. با استفاده از این دو ابزار میتونیم چیدمان مت و اشیاء گرافیکی رو به دلخواه تغییر بدیم. اشیاء گرافیکی چیه؟ شامل نمودارها میشن، تصاویر میشن، تصاویر هوشمند که به اونها اسمارت آرت گفته میشه و ترسیم ها. اگر در این تصویر ملاحظه کنید، اینجا یه پاراگرافی رو میبینید شامل دو خط و این هم مکان نمای ما که اینجا قرار داره. اشارهگر موس رو در این قسمت قرار میدم. این متن رو با درگ کردن یعنی کلیک چپ موس رو نگه داشتم، از اون نقطه گرفته اند حرکت کردم و به در اومدم. این پاراخط رو انتخاب کردم. اینجا میام بر روی این انتخاب کلیک راست میکنم، از شورتکات منیو بر روی کپی کلیک چپ میکنم، اشارهگر موس رو در این قسمت قرار میدم و از کلید ترکیبی کنترل به علاوه وی، یعنی کلید کنترل از صفحه کلید رو پایین نگه میداریم، بعد کلید حرف وی انگلیسی رو میفشاریم و یا در سربرگ هم در گروه کلیپ بورد بر روی پیس اینجا کلیک چپ میکنم، شد متن ما. اشارهگر موس رو در این قسمت قرار میدم، بر روی سربرگ اینسرت کلیک چپ میکنیم، در گروه ایلستریشن روی پیکچر کلیک میکنیم. اینجا اگر ملاحظه کنید insert picture ظاهر میشه. من اینجا از کتاب خونه ویندوز استفاده کردم. بر روی picture کلیک چپ میکنیم و از پوشه sample pictures picture رو با کلیک چپ انتخاب میکنم و بر روی دکمه insert کلیک میکنیم. اینجا مشاهده کنید picture برای ما ظاهر شد و یه اتفاق مهمی که افتاد، اینجا سربرگ وابسته پیکچر تول سربرگ فرمت ظاهر شده. در گروه سایز ابتدا توسط هایت ارتفاع و ویت میام در واقع بزرگی تصویر رو تغییر میدیم. بر روی هایت اینجا کلیک میکنیم و عدد 5 رو تایپ میکنم. اینجا اگر مشاهده کنید این تصویر ماست. الان تصویر ما در حالت این لاین ویت تکس، یعنی تصویر مثل یک کلمه از متن در نظر گرفته شده. اینجا شما دقت کنید، من اشارهگر موس رو در این قسمت قرار میدم، بازشو قرار گرفتن، بعد تصویر، بعد در. حالا اگر بیایم روی این تصویر کلیک کنیم، یک بار کلیک چپ کردم در سربرگ فرمت، اینجا در گروه ارنج اگر بر روی پوزیشن کلیک کنیم، اینجا میتونیم با استفاده از تاپ لفت، تاپ یعنی بالا، لفت چپ، تصویر به این حالت تبدیل میشه. بر روی پوزیشن کلیک میکنیم، در حالت تاپ سنتر تصویر به این حالت تبدیل میشه. بر روی تصویر کلیک چپ میکنم، در گروه پوزیشن در این حالت، در حالت تاپ رایت، تاپ بالا، راست هم که راسته، به این حالت میشه. بر روی تصویر کلیک میکنیم، در پوزیشن در حالت میدل یعنی وسط، رایت یعنی سمت راست، به این حالت میشه. پوزیشن در حالت میدل سنتر به این حالت میشه. برای پوزیشن کلیک میکنیم و در حالت میدل لفت به این حالت میشه. حالا من قرطک وسط موس رو حرکت میدم و دارم به انتهای این صفحه میام. برای پوزیشن کلیک میکنیم، در حالت اینجا اگر مشاهده کنیم باتم یعنی پایین، لفت چپ به این حالت میشه. برای پوزیشن کلیک میکنیم، اینجا در حالت باتم سنتر به این حالت میشه. برای پوزیشن کلیک میکنیم و در حالت باتم رایت به این حالت میشه. با استفاده از ابزار پوزیشن میتونیم تصاویر رو همچون عمل درگ کردن جابجا کنیم، با این تفاوت که پوزیشن میاد به صورت کار هدفمندتر و دقیقتر این کار رو انجام میده. من میام اینجا پوزیشن رو در حالت این لاین ویت تکس، این لاین یعنی در یک خط، ویت تکس همچون متن، تکس یعنی متن، اینجا کلیک میکنم. اگر مشاهده کنید دقیقاً پیکچر همچون یک کلمه اینجا در بین تکس، در بین خط قرار گرفته. بر روی وارپ تکس کلیک میکنیم، اینجا میتونیم مثل شکستی رو ایجاد کنیم. با استفاده از اسکوئر اینجا بر روی اون کلیک میکنیم، مشاهده میکنید بعد در اطراف کادر تصویر قرار گرفته. اگر بر روی پیکچر کلیک کنیم و از ورب تکست اینجا حالت تایت رو انتخاب کنیم، اینجا اگر مشاهده کنیم متن در نزدیکی تصویر با یک شکل نامتعارف قرار گرفته. اگر من بیام اینجا برای تصویر کلیک کنم در سربرگ فرمت بر روی ورب تکست، اینجا در حالت ترو اینجا میبینید که تصویر به این حالت قرار میگیره. بعد اگر بیایم بر روی ورب کلیک کنیم و اینجا ادیت ورب پوینت رو انتخاب کنیم، یه سری گیره های اینجا داره. اگر من مکان نما رو، این اشارهگر موس رو بر روی یکی از این نقاط مشکی قرار بدم و کلیک چپ کنم و به این حالت در بیارم، ببینید
این خطوط اینجا الان سه تا پاره خط کامل بود، یه آن دو میزنم اینجا نگاه کنید الان چهار تا پاره خط مکان نما رو برای این خطوط قرار میدم و یه خورده دارم اینو حرکت میدم. ببینید شد سه پاره خط. اینجا برای آن دو کلیک میکنم با استفاده از ورپ تکس در حالت تاپ اند باتم میاد تصویر رو بین خطوط قرار میده، تاپ اند باتم در یک خط مجزا. بر روی وارپ تکس کلیک میکنیم و در حالت بیهایند تکس اینجا اگر مشاهده کنین این پیکچر یا تصویر پشت پاره خط قرار گرفته. اگر بر روی تصویر کلیک کنیم در سربرگ فرمت وارپ تکس اینجا اگر مشاهده کنین این فرانت، فرانت یعنی جلو، آف تکس ما نمیتونیم متنی که پشت این تصویر هست رو این رو مشاهده کنیم. من برای این تصویر کلیک چپ میکنم در وارپ تکس اینجا با استفاده از مور بیشتر لی اوت چیدمان آپشن تنظیمات اینجا اگر مشاهده کنید اگر بر روی بعضی از این گزینه‌ها مثل اسکر یا تایت اینجا کلیک کنیم با استفاده از دیستنس فرام تکس میتونیم تنظیمات رو انجام بدیم. من میام اینجا مثلا برای تاپ اینجا یه عددی مثلا دور میذارم قشنگ مشاهده کنید، برای باتوم هم دور رو میذارم، برای لفت هم میام اینجا عدد دور رو میذارم، برای رایت هم میام اینجا عدد دو رو میذارم و بر روی اوکی کلیک میکنم. تغییرات رو ملاحظه کنید، بالا دو سان، پایین دو سان، راست دو سان، چپ هم دو سان. تونستم یه همچین حالتی رو برای خودم تعریف کنم. اینجا میام بر روی آندو کلیک میکنم و میام در واقع بر روی وارپ تکس کلیک میکنم و بهترین حالت در حالت معمول اینه که در حالت اینلاین وید تکس باشید که این پیکچر شما همچون یک کلمه در نظر گرفته باشه. اینجا اگر مشاهده کنید من میام بعد از گرفتن اینجا کلیک میکنم یک انتر میزنم و اینجا بعد میام در خط بعدی ابتدا در نرم افزار کلید انتر رو میفشارم، این خط به خط به خط بعدی رفت پاراگراف. بر روی خود پیکچر اینجا کلیک میکنم، اینجا بر روی سربرگ هوم کلیک کنیم و اون رو در گروه پاراگراف در حالت سنتر قرار بدیم و یک تصویر زیبا و خوبی رو داشته باشیم.